درود فروان به شما دوستان عزیزم امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید خب خیلی از شما دوستان عزیز احتمالا در اخبار شنیدید که من در مسابقات تیمی شطرنج جهان شرکت کردم و در دور آخر این مسابقات با میترا حجازی پور مسابقه میدادم ایشون از کشور فرانسه بازی میکردم و من هم از کشور امریکا و اینکه خیلی از دوستان عزیز از من خواسته بودین که این بازی رو برای شما عزیزان تفسیر کنم خیلی از شما هم در اینستاگرام من راجع به نتیجه این مسابقه پرسیده بودین گفتم که یک ویدیویی درست کنم و هم بازی رو تفسیر کنم و هم در مورد این مسابقه یک کمی توضیح بدم خب مسابقات قهرمانی تیمی شطرنج جهان متشکل از دوازده تیمی بود که برای مسابقات انتخاب شده بودن و تیم امریکا هم یکی از اون تیم ها بود تیم فرانسه هم یکی از اون تیم ها بود و مسابقات به این صورت بود که اول به دو قسمت تیم ها تقسیم می شدن و دو قسمت شیشتایی و با هم مسابقه می دادن و فقط چهار تیم صعود می کردن به مرحله بعدی که خب تیم ما نفره در از تیم اول گروهمون شد و صعود کردیم به مرحله بعدی و در مرحله بعدی با اوکراین بازی کردیم و اوکراین شکست دادیم و بعد از اون وارد مرحله نیمه نهایی و همون چهار تیم برتر شدیم که باید در مقابل تیم مقابلمون دو تا بازی میکردیم رفت و برگشت و خب در دور اول نیمه نهایی با تیم گرجستان بازی کردیم که بازیمون مساوی شد و در دور برگشت هم بازیمون مساوی شد و به بیلیتس رفتیم که سه دقیقه ای بود یعنی سه دقیقه دو ثانیه وقت داشتیم و خب خیلی مسابقات سخت و هیجان انگیز و به هر حال خیلی مشکل بود و تیم گرجستان ما رو شکست دادن بنابراین ما نتونستیم به مرحله نهایی بریم و رفتیم برای سوم چهارمی می بازی کنیم و اینکه خب تیم گرجستان تیم خیلی قدری هست به طوری که این تیم دو تا استاد بزرگ این تیم رو همراهی می کرد و خب تیم گرجستان سابقه مدال های زیادی در المپیک جهانی داره و اینکه حتی پنج روز هم البته قبل از مسابقات وارد لهستان شده بودن این مسابقات در لهستان برگزار شد خب دیگه نمیخوام خیلی حاشیه برم بریم که بازی اولمون رو در برابر تیم فرانسه بررسی کنیم که من در مقابل میترا حجازی پور بازی میکردم همونطور که در تصویر مشاهده میکنید من با مهره استیاه بازی میکنم و میترا حجازی پور با مهره سفید خب ایشون با حرکت اسب F3 بازی رو آغاز کردن دی 5 و در اینجا b خب معمولا وقتی اسب F3 میکنن به دفاع رتی معروف هست ولی میتونه به شاخه های متداولی و مختلفی تبدیل بشه من حرکت D5 رو برگزیدم Uh, یک چیز دیگه هم, هم, که باید اینجا عنوان کنم این هستش که تایم مسابقات زمان مسابقات 45 دقیقه برای هر بازیکن بود به علاوه 10 ثانیه که شما پاداش می گرفتین uh, برای هر حرکت اگر شما از آن هر سوالی از من در این مسابقه دارید میتونید در قسمت کامنت ها بپرسید من در ویدیوی بعدی حتما جواب شما رو خواهم داد و بریم که بازی یا ادامه بازی رو ببینیم ایشون حرکت به رو انجام دادن من با اسب ب6 ادامه دادم فیل ب2 ای6 ای3 س5 حرکت تقریبا حرکت استاندارد این شروع بازی هستن ایشون حرکت 3 انجام داد، اسپ 3-6، 3 درده 5، ای درده در 5 و حرکت فیل ب 5. و خیلی جالبه که در این و یا این شروع بازی که میترو هجازی پور در مقابل من بازی کرده بود وقتی من راجعه به این باز داشتم با هیکارو صحبت میکردم به من گفتش که این شروع بازی که همیشه در اینترنت بازی میکنه و ای 3 به 3 و کلن شاخه خیلی خوب اصلی نیست ولی کاملا قابل بازی هست و خیلی خوب راجع به این شروع بازی نمیدونن برای خیلی شاخه خوبی هست اگر شما میخواین این شاخه رو با این شروع بازی و با سفید بازی کنید بکنم شروع بازی خوبی باشه من حرکت فیلد هفت رو انجام دادم اشون قلعه رفتن فیل ای هفت و در اینجا حرکت د4 خب سفید در اینجا سعی داره که برای سیاه پیاده ایزوله ایجاد کنه بنابراین پیاده خودش رو به د4 میرونه توجه داشته باشین که سفید در این شروع بازی باید در اصل پیاده های سیاه رو تحریک کنه که رونده بشن یا زده بشن خاطر اینکه پیاده های سیاه در د5 و 35 پیاده های خوبی هستند و بعد سرکت د4 حرکت 3 در د4 رو انجام دادم چرا که اگر پیاده رو نزنم خب سفید میتونه در 3 پنگ بازی کنه و من مجبور هستم یک تمپ از دست بدم و خب برخی اوقات میتونه حتی سفید با در F6 و وزیر در د5 ادامه بده من پیاده د4 رو زدم اسب در د4 و بعد از اون قدر رفتم دلیلی که نمیخواستم اسب د4 رو بزنم این هستش که اگر من اسب د4 رو بزنم سفید مجبور نیست که اسب رو مستقیما بگیره چون اگه اسب مستقیما زده بشه با وزیر و یا با فیل سیاه میتونه مهره جلو بیفته ولی به جای اون سفید میتونه با فیل در ده هفت ادامه بده و بعد از اون اسب سیاه رو بگیره و در اینجا وزیر سفید در جایگاه خیلی خوبی قرار داره چون توجه داشته باشین که مثلا اگر سیاه اینجا قلعه بره اسب F6 نمیتونه به راحتی حرکت کنه مثلا اگر بعد از حرکتی مثل اسب دو سیاه بخواد اسب خودش رو حرکت بده حالا اسب چهار حرکت خوبی نیست فقط برای اینکه به شما عزیزان نشون بدم بعد از حرکت اسب چهار سفید میتونه با حرکت وزیر ج هفت چهار سیاه رو کیشامات کنه بنابراین وزیر د چهار و فیل b دو یک قطر بسیار قدرتمند رو در اختیار دارم و حرکت رو برای مهرای سیاه سخت میکنم و به همین دلیل من نخواستم که از درده چار در اینجا بازی کنم به جای اون حرکت قلعه رو بازی کردم و در اینجا اگر سفید بخواد اسب من رو بزنه من در اینجا با پیاده میزنم و پیاده ایزوله من در اسب به پیاده های آویزان تبدیل میشن که خب اگر شما عزیزان راجع به ساختار پیاده مطالعه کرده باشین قبلا میدونید که ساختار پیاده ایزوله یعنی پیاده ایزوله و پیاده های آویزان تقریبا مثل خواهر برادر با هم میمونن یعنی اینکه میتونن به هم دیگه تبدیل بشن و خب من میتونم اینجا پیاده خودم رو دفاع کنم و طرح های خب پیاده آویزان رو اجرا کنم بنابراین میترا جزی پور اسب من رو نزد و فیل رو به خونه ایدو برد توجه داشته باشین که اگر سفید مثلا فیل خودش رو در خونه ب پنج بذاره و حرکت نده دیگه من ممکنه بتونم حرکت اسب در د چه رو انجام بدم چون دیگه فیل در د هفت با کیش نیست یعنی با تمپ نیست بنابراین ایشون فیل خودشون رو به ایدو بردن یه سری ترها هم هست در این شاخه که خب سفید میخواد روی پیاده د پنج با حرکت فیل اف سه فشار وارد کنه بنابراین فیل در ای جایگاه بهتری نسبت به فیل در d داره خب سفید با حرکت فیل ای دو ادامه داد و من هم در اینجا حرکت اسب در ای 4 انجام دادم در پوزیشن اگر شما پیاده ایزوله دارین معمولا خونه ای 4 خونه ای هستش که میتونه برای اسبتون استفاده بشه خب میدونید که پیاده ایزوله خیلی از شرط رنجباندان عزیز شاید اینو مطالعه کرده باشن ولی یک توضیح کلی راجع به پیاده ایزوله من اینجا میدم و این این هستش که پیاده ایزوله پیاده ضعیفی نیست درسته که در اصل شاید خیلی از شطرنج بازان مبتدی و یا حتی متوسط فکر کنن که خب پیاده ایزوله پیاده بدی هست چون پیاده ای هستش که با پیاده دیگه ای نمیتونه محافظت بشه ولی پیاده ایزوله میتونه به شما امکانهایی هم بده یعنی در از پیاده ایزوله هم خوبه هم بده یعنی هم خوبی داره هم بدی داره خب خوبی های پیاده ایزوله چیه؟ خوبی های پیاده ایزوله اینه که معمولا به شما فضای بیشتری میده شما پیادهتون در مرکز قرار داره و مثلا این پیاده این خونه ها رو کنترل میکنه و شما میتونید اسبتون رو وارد این خونه کنید خب در اینجا پیاده در خونه بیسته قرار داره بنابراین ما نمیتونیم اسب چار انجام بدیم ولی به صورت کلی شما میتونید از این دوتا خونه استفاده کنید و ضرری هم که پیاده ایزول داره اینه که وقتی شما به آخر بازی برین پیاده میتونه ضعیف حساب بشه چون با پیاده دیگه ای نمیتونه محافظت بشه ولی خب اگر شما با سیاه این پوزیشن رو میخواین بازی کنید معمولا سعی میکنید که به آخر بازی نرید و در وسط بازی بتونید از اون فضای بیشتر خودتون استفاده کنید و برای سفید هم خب سفید معمولا دوست داره که به آخر بازی بره البته آخر بازی هم که میگم معمولا وقتی که به آخر بازی میرید بهتره که اگر در مقابل پیاده ایزوله بازی میکنید بهتره که روخ ها رو نگه داریم به خاطر که روخ ها خیلی میتونن بر روی پیاده ایزوله یا پیاده منفرد که فکر می کنم شاید کلمه بهتری باشه در فارسی میتونن بهش فشار وارد کنن خب بریم که بازی رو ببینیم و من در اینجا حرکت اسب انجام دادم از دو سفید میخواد که اسب خوب سیاه رو عوض کنه و من در اینجا حرکت فیل افشیش رو انجام دادم خب طبیعتا من نمیخوام اسب رو بزنم و من ترجیح میدم که اسب در ایچار پیاده در ایچار بازی بشه تا پیاده ایزوله من وارد خونه ایچار بشه و دیگه اونقدر پیاده ضعیف نیست گرچه کامپیوتر دوست داره که این شاخه رو بازی کنه البته که میترا اسب من رو نزد ولی کامپیوتر ترجیح میده که اصل رو بزنه و بعض بز از شش در شش حرکت وزش تدو رو انجام بده اینجا تقریبا پوزیشن متعادل هست شاید خب سفید یک کوچولو برتری داشته باشه ولی من فکر نمی کنم که خطری سیاه رو در اینجا تهدید کنه خب بریم عقب و ببینیم که در این پوزیشن سفید چه حرکتی کرد اسب دو اپس. من در اینجا حرکت رخ ای هشت رو انجام دادم و یکی از خصوصیت های پیاده منفرد که در خونه ده پنج قرار داره این هستش که به شما یک ستون باز که در ستون C هست و یک ستون نیمه باز که ستون ای e هست رو به شما میده و معمولا شما رخاتون رو وارد این ستون ها میکنید و یا اینکه وارد خونه d میکنید که بتونید از پیاده ازون دفاع کنید یعنی معمولا وقتی شما پیاده ایزوله دارین رخاتون رو باید بین این ستا خونه مانور بدین بستگی به پوزیشن داره که کدوم رخ رو کجا قرار بدیم ولی خونه های 8, 8, 8 معمولا 99 درصد میتونم بگم این خونه ها هستن که برای رخ‌های شما استفاده میشن شم. خب سفید در اینجا حرکت آسه رو انجام داد و حرکت آسه حرکت خوبی هست چرا که سفید میخواد که حرکت بیچه ها رو انجام بده و همچنین جلوی از بیچه ها سیاه رو بگیره آسه من حرکت وضع هفت رو انجام بدم رخ 31 در این بازی خیلی خوب بازی کرد. رخ 1 هم حرکت دقیقی هست، و حرکت کامپیوتر هست. من حرکت رخ 8 رو انجام دادم و ایشون اسب من رو زدن که این حرکت هم خوب هست خب طه من در اینجا این بودش که اسب D4 رو بزنم و بتونم رخ در 31 بازی کنم. خب در اینجا سفید حرکت اسب C6 رو انجام داد. چرا که اگر سفید بخواد اسب خودش رو در خونه D4 بده من هم تره اسب در د4 دارم هم تره اسب ای5 رو در اینجا دارم و اینکه تره اسب 4 من به این دلیل هستش که من میخوام رخ در س1 بازی کنم مثلا اگر اینجا سفید حرکت ب4 رو انجام بده و من حرکت اسب در د4 رو انجام بدم فیل در د4 رخ در س1 وزیر س1 و من میتونم ستون س رو بگیرم اگر هم سفید با اسب بزنه مجددا من میتونم رخ در سه یک بازی کنم و اگر فیل در سه یک بازی بشه سیاه یک ترکیب بسیار زیبا داره سیاه میتونه حرکت اسب سه سر رو انجام بده به وزیر سفید حمله کنه و بعد از حرکت وزیر حالا در سه دو یا د دو فرقی نمیکنه فیل در د چهار اگر وزیر در د چهار بازی بشه ما در اینجا یک حمله دوگانه داریم بر روی وزیر و شاه و اگر هم پیاده در د چهار بازی بشه مجددا ما میتونیم فیل اید رو بزنیم و سوار جلو بیفتیم و ببریم خب بنابراین در بازی میترای جازی پور حرکت اسب در سه شیش رو انجام داد من با حرکت به در سه شیش ادامه دادم فیل در اف شیش وزیر در اف 6 و در اینجا حرکت وزیر سه بازی شد خب حرکت وزیر دستم حرکت منطقی بازی هست سفید میخواد که خونه دیک رو برای رخ خودش آزاد کنه من در اینجا حرکت آ پنج رو انجام دادم که جلوی حرکت ب چهار رو بگیرم یه دلیل دیگه ای که وزیر دسته بازی شد به خاطر این بودش که من حرکت اسب سسه هم داشتم یعنی میخواستم که خب فیل رو با اسب خودم تعویز کنم بنابراین بعد حرکت وزیر دسته سفید خونه سر رو کنترل میکنه من حرکت A5 رو انجام دادم حرکت A5 جلوی حرکت B4 رو میگیره اگر شما عزیزان راجع به پیاده های آویزان بدونید معمولا یکی از ترهایی که خیلی رایج هست در پیاده آویزان این هستش که سفید با حرکت B4 ادامه بده و جلوی پیاده سیاه رو بگیره یعنی جلوی سه پنج سیاه رو بگیره و بتونه پیاده های سیاه رو در خونه, در خونه های سفید بلوکه کنه بنابراین با حرکت آ پنج من جلوی این تر تقریبا گرفتم چرا که اگر سفید بخواد الان پیاده رو برونه من میتونم پیاده ها رو تعویز کنم و پیاده بچار هم به عنوان یک پیاده ضعیف شناخته میشه چرا که من میتونم روی این پیاده فشار وارد کنم و این تنها نیستش که فقط پیاده های من ضعیف باشه من میتونم یک هدف و یا یک ضعفی رو در پوزیشن حریف ایجاد کنم که این خب خیلی مهم هست در شطرنج خب سفید در اینجا حرکت اسب دیدو رو انجام داد بعد از حرکت آ پنج من و من حرکت فیلف پنج رو انجام دادم چرا که اگر شما عزیزان ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید میدونید که تعویز ها خیلی مهم هستن در شطرنج و اینکه ما بدونیم چه موقع باید تعویز کنیم چه موقع نباید تعویز کنیم و اگر من خب اسب رو میزدم با وزیر زده میشد و اونقدر پوزیشن من پیشرفت نداشت ولی با حرکت فیل اف 5 من میخوام که با تعویض اسب ها همونطور که سفید اسب رو زد فیل خودم رو به جایگاه بهتری وارد کنم و همونطور که میبینید الان فیل من در خونه ای 4 قرار داره که خب خونه به مراتب بهتری از خونه د 7 هست و میتونه یک سری تهدید ها روی خونه جدو ایجاد کنه که در ادامه این بازی خواهید دید و میبینید که چطوری سیاه برای سفید ضعف ایجاد میکنه و میخواد که پزیسیون خودش رو بهبود ببخشه خب حریف حرکت, حرکت وزیر سه سر رو انجام داد تا ها رو تعویض کنه من نمیخواستم وزیر رو تعویض بشه و حرکت وزیر g 5 رو انجام دادم چرا که تهدید کیشومات رو در خونه جدو دارم سفید با حرکت 3 ادامه داد فیل f5 خب حرکت 3 ضعیف میکنه شاه سفید رو ولی خب حرکت جس هم حرکت اونقدر بهتر از F3 نیست چرا که به هر حال خونه های سفید ضعیف خواهند شد و اگر من بتونم وزیر خودم رو به خونه H3 برسونم میتونم با حرکت وزیر جدو کیش کنم من برای میترا ترجیح داد که حرکت افسر رو بازی کنه تا به فیل من حمله کنه در اینجا من حرکت فیل 5 رو بازی کردم و حرکت فیل 5 یک کمی از حرکت فیل ج بهتر هست چرا که در اینجا با حرکت فیل 5 طرحی مثل فیل اچ هم برای سیاه ایجاد میشه با حرکت فیل من پیاده ایسه هم زیر ظرف هست یعنی الان حرکتی که من میخوام انجام بدم حرکت وزیر ایسه است خب سفید در اینجا حرکت F4 رو انجام داد و به وزیر من حمله کرد و قطر رو بلوکه کرد من حرکت وزیر E7 رو انجام دادم تا بتونم مجددن به پیاده E3 حمله کنم و شما میبینید که بازی شطرنج واقعا بازی هستش که شما باید حریفتون رو تحت فشار قرار بدین یا بخواین که اون ابتکار عمل رو به دست بگیرین چون که شما اگر اجازه بدین به حریفتون که ابتکار عمل رو به دست بگیره خیلی سخت هست دفاع پوزیسیون و اگر من مثلا به پیاده ی ایسه سفید حمله نمی کردم سفید میتونست حمله خودش رو شروع کنه و یا بتونه پوزیشن خودش رو بهبود ببخشه ولی اینجا سفید دیگه مجبور هست از پیاده ایسه دفاع کنه بنابراین سفید حرکت روخ افسر رو انجام داد که حرکت خوبی بود و من در اینجا پیاده آسه رو زدم اگر در اینجا من بخوام حرکت فیل رو کنم که به فیل و رخ سفید حمله کنم سفید میتونه به رخ جسه ادامه بده و من نمیتونم فیل سیاه رو بزنم چرا که یک حرکت کیش خواهم شد بنابراین این حرکت فیل جه حرکت دقیقی نیست من حرکت وزیر رو انجام دادم وقتی که شما پیاده های گوشه صفحه رو میزنید باید خیلی مراقب باشین چون مهرتون از مرکز دور میشه ولی خب من این رو محاسبه کردم و بعد رخ جسه این حرکت طبیعی بازی هست حرکت جشیش رو انجام دادم و خب درسته که خونه های سیاه ضعیف هست ولی چون سفید فیل سیاه رو نداره پشت سیاه اوکی هست خب در اینجا سفید حرکت فیل جه چار رو انجام داد که فیل ها رو تعویز کنم فیل در جه رخ در جه و من در اینجا حرکت وزی به رو انجام دادم حرکت خوبه دیگه ای که اینجا میشد انجام بشه حرکت رخ به بود که به پیاده بسه. حمله بشه ولی من فکر کردم که خب وزیر بهچو اگر وزیرها تعویض بشه پیاده های من با همدیگه متصل میشن و من بر اون میتونم حرکت های مثل 5 پنج 4 رو انجام بدم بعد از حرکت وزیر بهچو من حریف هم حرکت رخ رو, رو انجام داد من حرکت 3-5 رو بازی کردم اچ که خب حرکت دقیقی نبود به نظرم حرکت f 5 میتونست تعداد بیشتری برای سفید ایجاد کنه و خب پیاده من آشمت هست و من میخواستم برای هر حرکت C4 انجام بدم ولی بعد از حرکت H4 من حرکت C4 انجام دادم و سفید اینجا یکم در حمله خودش کند هست علاوه این که خب سفید یک پیاده هم عقب هست ایشون حرکت وزیر به C4 انجام دادن و وزیر من رو زدن آ در B4 الان دیگه پیاده های من متصل شدن که خب این کمک میکنه که من بتونم پیاده رونده‌ی قوی تری رو ایجاد کنم سفید حرکت F5 رو انجام داد سه در b روخ سیاه زیر ضرب هست به رخ روخ سفید زیر ضرب هست سفید حرکت روخ به یک رو انجام داد که جلوی پیاده من رو بگیره توجه داشته باشین که اگر روخ ها تبج بشه پیاده سیاه به راحتی میتونه وزیر بشه بنابراین سفید باید پیاده آزاد سیاه رو جلوش رو بگیره من اگر روخ سه رو انجام دادم که هم از پیاده خودم دفاع کنم و هم به پیاده ایسه حمله کنم ایشون پیاده یه جش رو زدن اش در جشش شاف دفاع از پیاده خب اینجا احتمالا سیاه حرکت های زیادی داره ولی من ترجیح که رخ خودم رو به خونه E5 بیارم که هم تحیل مثل روخ پنکیش رو ایجاد کنم و هم جلوی حرکت H5 سفید رو بگیرم چون توجه داشته باشین که سفید میخواد حرکت H5 رو انجام بده تا پیاده ها رو تعویز کنه و سعی این داشته باشه که با تعویز پیاده ها بازی رو به تصاوی بکشونه. خب ایشون حرکت رخ اکثر انجام دادن من در اینجا حرکت رخ ایچار رو انجام دادم چون دیگه پیاده من آشمز نیست و اگر حرکت اچ 5 انجام بشه دیگه پیاده جش میتونه حرکت کنه خب ایشون حرکت اچ 5 رو به هر حال انجام دادن چرا که پیاده اچ زیر ضرب هست و اگر سفید بخواد به حرکتی مثل جسه ادامه بده مثلا من میتونم رخ سه دو کیش بدم و شاه سفید در ارز دوم قطع میشه و بریده میشه و اینکه این حرکت خوبی نیست من این سفید حرکت H5 رو انجام داد من رو و کیش دادم شاه جسه و بعد از اون حرکت B2 رو انجام دادم پیاده در پیاده پیاده در پیاده حرکت روخ F6 به پیاده جشیش حمله شده من در اینجا حرکت شاه جه 7 رو انجام دادم رخ اف و حرکت بسه ابسرفی تقریبا یه جورایی در زوگزوان که هست ایشون حرکت شا اچ سر رو انجام دادن چرا که اگر مثلا حرکتی مثل شا اچ انجام بشه من میتونم با حرکت رخ جه چار بر روی پیاده جه دو فشار وارد کنم توجه داشته باشین که در اینجا رخ بیک رخ غیر فعالی هست و رخ خب سه خیلی رخ خوبی هست و در عرض هفت قرار داره و همونطور که شما راجع به این شعر میدونید که من قبلا در ویدیوهای قبلی دوباره بهش اشاره کرده بودم رخ که میاد ارز هفت خیال ما میشه تخت بنابراین رخ من وارد ارز هفتم شد و پوزیشن سیاه به مراتب راحت تر از پوزیشن سفید هست خب در اینجا میترو هجازی پور حرکت شاه اچ سر رو انجام داد من حرکت رخ ای رو انجام دادم تا بتونم به پیاده ای سه حمله کنم جس چرا که خب پیاده, نمی... پیاده ای سه نمیتونه دفاع بشه جسه Uh, حرکت جسه به این دلیل هستش که اگر من پیاده رو بزنم سفید میخواد uh, رخار تعویض کنه و پیاده بی رو بگیره خب من در اینجا حرکت های زیادی داشتم میتونستم پیاده رو بگیرم ولی چون uh, رخ در به یک خیلی غیر فعال هست حرکت رخ سه چار رو انجام دادم تا بتونم با حرکت رخ سه یک uh, پیاده خودم رو وزیر کنم ایشون هم اگر رخ افیک رو انجام داد که حرکت اجباری هست من رخ کردم شارژ 4 و پیاده ای رو زدم رخ د یک به پیاده د پنج همده شده و حرکت رخ ای دو چرا که بعد رخ در د پنج و میتونم حرکت رخ سه یک رو انجام بدم و سفید مجبور هستش که رخ خودش رو برگرده رخ در یک رخ در یک رخ سه دو تهدید من حرکت روخ سه یک و قطع ارتباط رخ با خونه ب یک هست تا بتونم پیاده خودم رو وزیر کنم سفید حرکت رخ ب یک رو انجام داد مرگد شاه اف چهار ج5 شاه ای4 شاه ای6 و خب در اینجا اگر سفید شاه خودش رو به عقب برونه من شاه هم میتونم به خونه د5 بیارم ایشون حرکت ج4 ای رو انجام داد و من با شاه f6 ادامه دادم و در اینجا کیش دادن در خونه f1 من اگر شاه ج6 رو انجام دادم رخ ب1 رخ سه چار کیش شاه اف سه رخ سه, سه کیش شاه ای چهار و حرکت رخ جسد. توجه داشته باشین اگر در اینجا حرکت شاه دو انجام بشه من میتونستم حرکت زیبای رخ سه یک رو انجام بدم و بعد از رخ در به دو با تعویز رخ ها پیاده من به راحتی وزیر میشد بنابراین ایشون حرکت شاه ای چهار رو انجام دادم من حرکت رخ رو انجام دادم تا به پیاده جه چهار حمله کنم و بعد از حرکت رخ چهار شاه سوی در دک... کیش هست ایشون پیاده به دو رو زدن رخ در جشاکیش سفید فرصت این رو نداره که پیاده به سر رو بزنه و بعد شرکت شا اف من حرکت رخ به رو انجام دادم همونطور که میدونید معمولا شما میخواین که رخ رو پشت پیاده بذارین تا بتونید پیاده خودتون رو به جلو برونید و در اینجا رخ در خونه به چهار بسیار ایدئال و خونه خوبی هست برای رخ خب ایشون شاه, شاه ایسه بازی کردن شاه اف 5 شاه اف سه. ج شاه کیش شاه ای سه، شاه ای 5 و در اینجا مترو اجزیپور تسلیم شد و خب پیاده های سیاه بسیار قوی هستن پیاده های خونه ب سه و ج چهار. و اگر خب سفید حرکت شاه د سه رو انجام بده من میتونم شاه اف 4 کنم و پیاده خودم رو برونم اگر هم شاه به خونه اف 2 بیاد من میتونم شاهم رو به طرف پیاده دیگه هم ببرم و پیاده دیگه خودم رو حمایت کنم و بتونم پیاده خودم رو به وزارت برسونم خب امیدوارم که از این بازی لذت برده باشین این بازی خیلی تاکتیکی نبود چون خودتون میدونید که شاخهایی که با دیشار معمولا آز بازی میشه حرکت اول شخهای هستن که بیشتر حالت پوزیشنی دارم و خب اون اه، اه، زیبایی تاکتیک رو ندارم ولی خب اون در اصل بازی پوزیشنی بیشتر جلب توجه میکنه در پوزیشنی که شما با ده چهار بازی رو آغاز میکنید ولی خب این بازی به نظرم در مورد پیاده منفرد و همچنین پیاده های آویزان و اینکه چجوری ما میتونیم به شاه حریف حمله کنیم بود و امیدوارم که شما از این بازی لذت کافی رو برده باشین اگر نظر و یا پیشنهادی دارین حتما در قسمت کامنت ها برای من بنویسید من همه اونها رو میخونم و اگر پیشنهادی برای ویدیوی بعدی من دارید حتما به ام بگید خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین من شما رو در ویدیوی بعدی به زودی خواهم دید پس تا اون روز بدرود.